اما بپردازیم به جنگ اسرائیل و حماس و عملیات ارتش اسرائیل که در سراسر نوار غزه ادامه داره. رسانه‌های فلسطینی از ادامه بمباران اسرائیل در خان یونس خبر دادن. با ادامه حمله های حزب الله به شمال اسرائیل، ارتش اسرائیل اهداف این گروه شبه نظامی در جنوب لبنان رو هم هدف حمله قرار داده. نتانیاهو ساعتی پیش گفت جنگ غزه قبل از کشته شدن رهبران حماس تمام نمیشه و تاکید کرده جنگ چند ماه دیگه طول میکشه. همزمان با این تحولات، وزیر امور خارجه آمریکا در پنجمین سفر منطقه‌ای به خاورمیانه از آغاز جنگ وارد عربستان سعودی شد. بلینکن در این سفر به مصر، قطر و اسرائیل هم سر میزنه. سفر بلینکن درست پس از مجموعه حملات هوایی آمریکا به مقر شبه نظامیان مرتبط با جمهوری اسلامی در منطقه است. برای جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی که از تل آویو در اسرائیل ما رو همراه میکنه تا تازه ها رو از او بشنویم. بابک، امروز دقیقاً 4 ماه و به روز 122 روز از 7 اکتبر، یعنی روزی که حماس به جنوب اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر از شهروندان اسرائیلی را کشت میگذره و نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو همانطوری که گفتی باز بر همان اهداف اولیه خودش پافشاری میکنه، یعنی پیروزی کامل بر حماس، کشتن تمامی رهبری حماس و اینکه دیگر حماس تهدیدی برای اسرائیل نباشد. به گفته آقای نتانیاهو این اهداف نه سالها بلکه ماها به طول خواهد انجامید و گفته شده که شاید تا پایان امسال اگر آقای نتانیاهو بدون جنگ را ادامه بده میتونه که کاملا نیروهای نظامی و سیاسی حماس را نابود کنه. در حال حاضر در جبهه غزه نبرد به شدت و ویژگی های متفاوت در همه بخش ها ادامه داره. در اسرائیل گفته میشه که نیروها از 5 تیپ حماس که قبل از 7 اکتبر فعالیت میکردن در نوار غزه، 4 تیپ کاملا نابود شده و 1 تیپ هنوز فعال هستش. از 24 گردانی که حماس از اون برخوردار بود، 20 گردان اسرائیل میگوید که اونها را نابود کرده و 4 گردان هنوز در فعالیت هستند که 2 گردان در رفح هستند در جنوبی ترین مکان غزه و 2 گردان در مرکز و جنوب نوار غزه فعال هستند. بر اساس برآوردهایی که در اسرائیل گفته میشه، حدود 6000 جنگجوی فعال حماس و جهاد اسلامی در شمال نوار غزه باقی موندن. درست همون جایی که اسرائیل میگه کاملا بر مسلط هستش، هنوز افراد حماس میتونن اونجا باشن. این افرادی هستن که افراد تندرو، اعضای متعصب هر دو سازمان هستن و اونها به صورت انفرادی و گروه‌های کوچک با پرتاب شلیک راکت‌های RPG و تک تیرانداز سعی میکنن که یک جنگ چریکی را در اونجا ادامه بدن. گفته شده که هنوز حماس بیش از 1000 موشک هم در اختیار داره، اما به خاطر اینکه هماهنگی نداره به سختی میتونه این راکت ها را به سوی اسرائیل پرتاب بکنه. هنوز بسیاری از شهروندان نوار غزه در شمال نوار غزه هم هستند. این از غزه. اما در شمال اسرائیل جنگ در همان چارچوب قانون نانوشته بین حزب الله و اسرائیل ادامه داره، در حالی که صدها هزار نفر از دو طرف مرز خانه های خودشون را رها کردند و از 7 اکتبر به خانه های خودشون باز نگشتند. موشک اندازی از سوی حزب الله لبنان و جنگنده های اسرائیل هم همچنان مواضع حزب الله را مورد هدف قرار میدن و همه اینها بجز حملات یمنی ها، حوثی های یمن هستش و همچنین موشک هایی که گاه و گاه از سوی سوریه به سوی اسرائیل پرتاب میشه. جنگ همچنان در 122 روز خودش نیوشا ادامه داره. بابک اسحاقی از تل آویو تازه ترین ها از جنگ اسرائیل و حماس رو با ما در میون گذاشت. ممنونم ازت بابک.